تونکا یکی از بچه هیروهای متا این پچه. متا یعنی چه؟ قبلا بهتون گفتم هیروهایی که تو این پچ خیلی قوی میشن یا تو هر پچی بی نهایت قوی میشن و آن بالانسن و هر یه هیرو قد دوتا هیرو قویه بهش میگن هیروهای متا اصطلاحا، یعنی هیروهایی که تو اون پچ خیلی قوی ان. کونکا بچه یکی از هیروهای متاه. دو تا هیروه متا دیگه هم بچه ویدیوشو گذاشته بودم واسهتون، اگه ندیدید برید حتما ببینید. هیروه اودیرو بچه واسهتون گذاشتم که کارتاج واسهتون اینجا میذارم، هیروه متاه. اسپریت بریکر هم بچه دیدم که میگم دیدم، اسپریت بریکر هم واسهتون گذاشتم که کارتاج واسهتون اینجا میذارم، اونم بچه متاه. و الان سومین هیروه متاه که میخوام بهتون بگم هیروه کونکا که به شدت هیروه دوست داشتنیه، خفن و قویه. قبل اینکه بچا بریم داستانشو بهتون بگم، حتما دکمه لایک رو بزنید، عشق منید. آ داستان کونکا چیه؟ بچه یه دونه نیویه، یه دونه ارتشی بوده، کلادریس بوده اگه اشتباه نکنم، کنم باش بینیم کلاد کلادریس بوده اگه اشتباه نکنم اسم اون نیوی یا ارتش، که اون نیوی یا ارتش یه دونه سپه سالار داشته که هیروی کونکا بوده. یعنی بچه یه دونه قدرت نظامی دریایی بوده که از دریاها محافظت میکرده در مقابل موجودات اهریمنی یا شیاطین یا دزدای دریایی، و کونکا یکی از افراد سپه سالار این ارتش بوده که وظیفه حفاظت کردن از این دریاها و اقیانوسا رو به عهده داشته. روزی روزگاری میرسه که انقدر وضعیت دریاها به هم میریزه، انقدر خرطوخر میشه، انقدر جنگ و داستان میشه که تمام افراد این دریا از دم میمیرن، تمام کشتی ها از بین میره، کلی شیاطین حمله میکنن، کلی ارواح حمله میکنن، کلی دزدای دریایی حمله میکنن، حمله میکنن، تیکه پاره میکنن همه ی کشتی ها رو، همه ی این قدرت نظامی از بین میره. تنها قدرت نظامی که میمونه از اون قدرت نظامی، تنها کشتی که میمونه کشتی کونکا اینا بوده. بعد کونکا فرماندهی بوده که خیلی باهوش بوده. لحظه آخر که میبینه آقا دارن قلقم اون میکنن، اصلا پارمون دارن میکنن، و از دریای مروارید که اون دریایی بوده که تایتان ترینا توی زندگی میکردن، تایتان ترینا اصلا اومدن روی سطح آب، تایتان ترینا دارن پاره میکنن ما رو، اصلا هممون رو پاره پوره میکنن و ما هم داریم به اونا ضرر میزنیم، هم به اونا ضرر میزنن، ولی در نتیجه مشخصه که کشتی ما مثل بقیه کشتی ها از بین میره و کلا دریا میافته دست اینا. با ارواح دریا یه معامله ای میکنه، میگه آقا جان شما به من کمک بکنید یا من روحمو میدم یا هرچی، شما به من کمک بکنید این جنگ رو پیروز بشم، بعد هر کاری بگید میکنم، یا بعدش من روحمو به شما تقدیم میکنم. تمام این شیاطین وقتی حمله میکنن به کونکاینا و بر بچه تایتان ترینا، هم کف آب همه ریخته بودن بالا که بزنن تایتان ترینا رو پاره بکنن، به یک بار ارواح دریا میان کمک کونکاینا و هیچ کی اصلا نمیفهمه اون وسط چه اتفاقی افتاد. فقط میبینن که یه فواره خیلی عظیمی وسط آب درست شد که همه دشمنا رو تو خودش کشید و بلعید و دهن همه رو سرویس کرد، حتی کشتی کونکاینا. فقط همه میدونن که آقا بعد اینکه جنگ تموم شد کشتی کونکاینا مثل بچه آدم اومد بیرون، کشتی که همه جاش نشونه وجود ارواح رو داره و چند تا روح داخل اون کشتی هستن. کسی نمیدونه که آقا کونکا خودش واقعیه یا روحه، یا آقا خودش واقعیه در خدمت ارواح دریاه، چیه داستان. ولی چیزی که میدونن اینه که کونکا به خاطر معامله‌ای که با ارواح دریا کرد تونست اون جنگ رو ببره و همه این چی میگن شیاطین و نیروهای اهریمنی رو به عقب برونه و پیروز بشه و آخرین فرد از اون قدرت نظامی و آخرین سپهسالار از اون نیوی بشه که اسمش میفته سر تمام زبونا. و به خاطر اینکه از اون ارواح کمک گرفت کونکا و زد دهن همه رو سرویس کرد و اکثر یارای تایتانتر رو کش، یکی از هیروهایی که متنفر از کونکا تایتانتر که واسه تون ویدیوش رو گذاشتم، متنفر تایتانتر از کونکا و لا دیالوگاش هم میشه میگه همه موجودات اهریمنی هم بیشتر از همه از تو نفرت دارم. حالا میگن بعضیا میگن که آقا کونکا الان روحش فروخته، یعنی در خدمت اون ارواحه. بعضیا میگن نه آقا روحش رو نفروخته، فقط کونکا میتونه از قدرت ارواح استفاده بکنه، در عوضش بهشون همیشه میتونه مجبور خدمت بکنه. داستانش معلوم نیست چیه، هیچ کم نمیدونه تو اون جنگ عظیم چه اتفاقی افتاد زمانی که اون فواره اومد بالا. چیزی که مشخصه اینه که آقا کونکا برنده قضیه بوده و کونکا زد یه ملتی رو قلقم کرد به اون معامله‌ای که کرد. داستان باحالی داره، میگم این یکی از چندین داستان هیرو کونکاست، ولی داستانش خیلی به نظرم باحال و خفنه دیگه، شبیه بقیه هیروها نیستش. داستانش رو بهتون گفتم، بسه بریم سراغ لولاش. خب قبل از هر چیزی من اینم بهتون بگم، من احساس میکنم یه گرگی خرس چیزی این هنجره منو چنگ زده، به شدت گلوم میسوزه. یه کوچولو بدون انرژی رو ویدیو دارم صحبت میکنم، خسته نیستم، گلوم خیلی میسوزه.
بریم سراغ لولاش. لولای کونکو بچه‌ها خیلی جذابه، چون به جرئت میتونم بگم یکی از یونیک ترین لولا رو بین کل هیروهای 2 تا 2 لولای کونکا در بر گرفته. هم لول 2ش خیلی خاص و خفنه، هم لول 3ش خیلی لولاش گادن، و به جرئت میتونم بگم مثلا هیرو رو به خاطر لول 2ش فقط پیک میکنن. لولای کونکا بچه‌ها چیه؟ لول 2ش اسمش بچه‌ها تاید برینگره. تاید برینگرش چیکار میکنه؟ یه قضیه زوم بکن اینجا ببین آقا، من وقتی با حالت عادی به این بابا ضربه بزنم 130 تا دمیج میخوره، نگاه 120 تا 130 تا دمیج میخوره، نسبت دمیج خودم یه رو دمیج میخوره. اما وقتی با لول 2 ضربه بزنم این اتفاق میفته، نگاه 230 تا دمیج میخوره. چرا؟ نگرفتم چی شد. وقتی شما با لول 2 تون به یکی ضربه میزنید، جدا از ضربه خودتون دمیج خودتون 120 تا دمیج بیشتر هم میده. یعنی من دمیجم 100 باشه 220 به یارو میخوره. خب این خیلی زگادیه که لول 2 عملا 120 دمیج نه خفن تر از این حرفاست. لول 2 ما بچه چیه؟ لول 2 ما اینه که اگه دو نفر بغل هم وایساده باشن، من رو نفر اولی لول 2 بزنم، نفر پشتی هم دمیج میخوره، نگاه. اما دقت بکنید جون پشتی بچه بیشتر کم شده نسبت به جلویی، اما نفر پشتی 50% دمیج بیشتر میخوره. یعنی چی؟ یعنی که بچه ما الان دمیجم مثال دارم میگم 100 به جلویی که جلوم باشه 220 دمیج میزنم، 120 هم پلاس داشت دیگه، 220 میزنم، به پشتی 350 تا میزنم. لول 2 تون 150% کلیو داره، یعنی پشتی نه تنها دمیج خودتون رو میخوره، 50% هم دمیج بیشتر میخوره. بی نهایت بچه کلیو هیروی کونکا گاد و قویه. پس اگه مثلا بخواید دو نفره بزنید، ببین اونکه مثلا دلم میخواد جون این کم بشه، خب نباید برم رو این لول 2 بزنم، باید بیام رو پشتیش لول 2 بزنم که جون اونی که میخوام کم بشه بیشتر کم بشه، چون نفرهای پشتی بیشتر دمیج میخورن 50%. ناکن حالا اینجوری بزنم این 362 تا خورد، اما اگه به خودش بزنم 225 تا خورد. گرفتید؟ هر کی میخواید تارگت بکنید، هر کی میخواید هدف قرار بدید و بزنید، خب با به بغلیاش دمیج بدید که به اون تارگتتون بیشتر دمیج بخوره. و همچنین بچه‌ها اگه اصطلاحی که دارم به کار میبرم چیزی سر در نمیارید، اولین بار دارید میشنوید، واسهتون بیگانه است، حالا به گوشتون نخورده، پیشنهاد میکنم بچه‌ها حتما یه سری به دو تا ویدیو اول کانال یوتیوبم بزنید. کارش واسهتون اینجا میذارم داخل بچه‌ها ویدیو اول کانال یوتیوبم تمام اصطلاحات بازی دو تا دو رو به زبون کاملا ساده و مبتدی توضیح دادم که وقتی میخوام هیرو رو آموزش بدم دوباره از اول هزار بار توضیح ندم و حوصله سربر نشه و بگم برید به اونا رجوع بکنید. اگه اصطلاحی که دارم میکنم برام چیز سردر نمیرید ازش، اولین بار دارید میشنوید، بپرید برید دو تا ویدیو اول کانال یوتیوبم اول ببینید، بعد به سراغ ویدیوی هیرو. خب آقا لول 2ش به کلیپ میزنه 120 دمیج بیشتر میده و به پشتی دمیج بیشتر میده، و به خاطر همین بچه این هیرو خیلی گاده تو لیت گیم دیگه. ببین آکن الان جون این 3000 بچه ها، جون اینم 3000، من آخر بازی ولم دمیج میارم، خب من آخر بازی ولم دمیج میارم، رو این دو میزنم پشتی تقریبا مرد، 1500 تا دمیج خورد. دیدید چقدر قوی میشه؟ لول 2ش خارق العاده ترین لول هیروی کونکا ه. بکنید بچه 500 تا یونیت بغل هم جمع شدن، 500 تا سرباز بغل هم جمع شدن، روی یه نفر یه لول 2 میزنی همه با هم میمیرن. خیلی گادا، اینقدر راحت میشه با کونکا رمپیج گرفت. یکی ایرویی که واقعا باش راحت تر بشینید رمپیج بگیرید تو همه پچه ها، تو این پچ که بیشتر از هم قوی شده. لول 1 کونکا چیکار میکنه؟ لول 1ش بچه یه فواره از زمین میده بیرون، این همون داستانش، نگاه. خب فواره رو میده بیرون چی میشه؟ اگه بچه زیر پای حریف لول 1 بزنید، به مدت 4 ثانیه 40% سرعت حرکتشون کاهش پیدا میکنه. مثلا اگه سرعت حرکتش 500 تاست، حدودا میشه 300 تا. 40% سرعت حرکتشون کاهش پیدا میکنه و به حریف دمیج میده 200 تا و نیم ثانیه استانشون میکنه. یعنی چی؟ یعنی این ببین آکان، این الان مثلا داره تلپورت میکنه فرار کنه، نگاه این داره تلپورت میکنه فرار کنه، من یک میزنم زیر پاش، یارو هم استان شد، هم دمیج خورد، جونش کم شد، هم وقتی میخواد راه بره مدت 4 ثانیه آروم راه میره به همه این راحتی. پس استان میکنه نیم ثانیه یه ثانیه، دمیج میده 200 تا و 4 ثانیه اسلشون میکنه و همین راحتی. این لول 1ش. لول 3ش خیلی چیز باحال و دوست داشتنیه. بچا دیدید هزار بار شده مثلا میخواد برید دنبال یکی بکنید، بگیرید پارش بکنید، بهش نمیرسید. ببین آقا الان اینو بزنم، من که عمرم بهش نرسم، میبینی سرعتش هم بیشتره دیگه، عمرم بهش نمیرسم دیگه. لول 3 تون رو روش میزنید، اسم لول 3 تون بچا ایکس مارک یا مارکه، ایکس مارک رو روش میزنید یارو بچا ایکس مارک میشه و میتونید بگید برگرد سر جات. دیدی
لول 3 بچه خیلی گاده تو رنگ‌ها، یک مانورای بچه با این لول 3 میاد تو رنگ‌های بالا، خوراک بچه حرکت حرفه‌ای زدنه. لول 3 رو میزنید یارو هر جا بخواد بره دوباره سر میزنید برمیگره همونجا و دهنشو سرویس میکنید. و معمولا هم بچه یه دونه تیپ بهتون بدم، لول 3 رو با لول 1 با لول 6 اش کمبو میکنن. یعنی چی؟ یعنی آقا تو 3 تا میزنی این یارو میره، خب برو این یارو میره، یه بار دیگه 3 تا رو یارو میزنی یارو میره، نگاه یارو میره، بچه من یک اینجا میزنید بعد دوباره سه میزنید برش میگردونید که به محض اینکه برگشت استان بشه بتونید پارش بکنید، یا لول 6 میزنید فرقی نداره. یعنی 3 رو میزنن بلافاصله بعدش یه دونه 1 یا یه دونه 6 یا جفتشو میزنن. اینا بچه لول 3 که خیلی گاده، هم رو حریف کار میکنه هم رو یار کار میکنه. لول 3 لول 6 خیلی باحاله، عین داستانشه، یک کشتی ارواح میاد منفجر میشه میتره که نگاه به همین راحتی یک کشتی ارواح میاد میتره که و به حریف 600 تا دمیج میده و به خودمون، یعنی به خودم و یارام، خب به خودم و یارام 12% سرعت حرکت میده و همچنین دمیج و دیلی بهمون میخوره. یا یکم مست میشیم وقتی میخوایم دمیج بخوریم همون لحظه جونمون کم نمیشه، 2 ثانیه بعد جونمون کم میشه. خیلی باحاله. لول 6 بچا اینطوریه که وقتی من یه جا 6 میکنم یارو یه گله آدم بغل هم باشن نفری 600 تا دمیج میخورن و اینجا یه افکت رو میافته، خب اسمش ادمیرال رامه، ادمیرال رام رومون میافته رو خودمون و یارامون، خودمون و یارامون 12% سرعت حرکت بیشتر میگیریم. نگاه اینجا، نگاه اینجا، نگاه دیدید ادمیرال رام رومون افتاد به مدت چند ثانیه، دقیق بخوام بهتون بگم به مدت 12 ثانیه 12% سرعت حرکت میگیریم و دمیجای کوچولو دیرتر بهمون میخوره. خیلی لول 6ش گاده. آقانیم شادشم بهتون بگم بعد بریم سراغ تالنتاش. آقانیم این روی کونکار که میارید معمولا واسه بیل مجیکش میارن که حالا جلوتر بهتون میگم، معمولا واسه بیل مجیکش آقانیم رو میارن. آقانیم کونکار که میاری یه لول 4 به اضافه میشه، اسمش تورنت استورمه، خیلی باحاله. اسم لول 1 تورنت، لول 4ش تورنت استورمه. لول 1 اسمش تورنت، لول 4 طوفان تورنتیه. طوفان تورنتی شکار میکنه، 4 رو که میزنی به صورت رندوم دور و برت یه سر یک میاد بیرون و واقعا با اختلاف میشه گفت یکی از باگی ترین آقانیمای کل بازی دوتا دوه. احمقانه تو تیم فایت قویه، یعنی حریف رو مجبور میکنی داداش یا بی کی بی تو همین الان بزن هدر بده یا ببینی تو تیم فایت، عملا میتونی کل 5 تا بی کی بی حریف رو استفاده کنی با لول 4ت. خیلی گاده این لول 4ت بچه ها که دقیقا همون دمیج و کارهای لول 1 تو میکنه. آقانیم 4 شکار میکنه بچه، آقانیم 4 ایره کونکار میاری لول 5 بهت اضافه میکنه، اسمش تایدال ویوه. تایدال ویوه که یه جا میزنی از پشتت یه دونه موج آب میاد، دیدید میگم از پشتت یه دونه موج آب میاد، موج آبه که میاد به حریف بخوره حریف دیزارم میشه مدت اگه اشتباه نکنم یک ثانیه و نیم. نگاه یارو دیزارم میشه، افکت شمشیر شکسته بالا سرش میاد. اینجا نگاه کنی چمچی شکسته بالا سرش میاد یا دیزارم بالا سرش میاد به مدت یه ثانیه نمیتونه ضربه بزنه و هول داده میشه به عقب. اینم از آقانیم آقانیم شاردش. بریم سراغ تلنتاش. تلنت های کونگا چیکار میکنه؟ 10 شپیه رو بگیری نیم ثانیه لول 1 بیشتر استان میکنه. خب من اصلا اینو نیستم دوستان دارم. 10 راستیه رو بگیری 30 تا دمیج میده بهت، 30 تا دمیج. همونطور که گفتم لول 2ش انقدر مهمه که کلا واسه هیرو کونکا یه سره دمیج میارن که لول 2شو قوی بکنن، یه ضربه بزنن یه رمپیج کنن. 10 راستیه که 30 تا دمیج میده خیلی گاده. 15 چپیه بچه بهتون 100 تا دمیج تورنت میده. یعنی چی؟ لول 1تون 100 تا دمیجش بیشتر میشه، 200 تا مثلا میشه 300 400 تا. 15 راستیه بچه بهتون 16 تا استرنج میده. یعنی چی؟ یعنی تقریبا بهتون 180 تا جون میده و 16 تا بهتون دمیج میده. خب 15 راستیه هم خیلی گاده. 20 شبیه چیکار میکنه؟ 20 شبیه بچه اسمش تاید برینگر کلیوه. 70% اونم دیگه لول 2 تون 150% دمیج بیشتر به پشتی ها نمیده، 220% دمیج بیشتر به پشتی ها میده. عملا 70% لول 2 تون قوی تر میکنه. خیلی خارق العاده میشه لول 2 تون. 20 شبیه بچه چیکار میکنه؟ 20 راسیه چیکار میکنه؟ اسمش بچه تورنت آویه. لول 1 تون رو میزنید یه دونه فواره دایره کوچولو از زمین میاد بیرون، اون فواره دایرهش بزرگتر میشه، محوطه بیشتری ازش فواره میاد بیرون. 25 شبیه چیکار میکنه؟ بچه لول 2 تون کولدانش 4 ثانیه است، هر 4 ثانیه بار میتونید لول 2 بزنید. 25 شبیه رو بگیری هر 2 ثانیه میتونی بزنی، نصف میکنه کولدان لول 2 تو. خیلی گاده اینم. 25 راسیه چیکار میکنه؟ دیگه به جای اینکه یه دونه کشتی بیاد 3 تا کشتی میاد. ناکنید خیلی باحاله، یکی از باحال‌ترین تالنت‌های بازیه. نگاه 6 می‌کنی یه جا به جای اینکه یه دونه کشتی بیاد
یکی دو کی سه کی سه تا کشتی میاد حاجی، خیلی باحاله. و هر سه تاشم 600 تا دمیج میده، نزدیک 2000 تا دمیج میده. شد خیلی چیز باحالیه. باشه اینم از لولاش، ما هم دیگه بریم بهترین ترتیب لولاشو ببینیم، بعد بریم سراغ آیتم مندیش که خیلی مهمه. خب بچه ها، تو این پچ کلان با هیروی کونکا دو مدل پلی میدن، یا ماجیکال پلی میدن یا فیزیکال پلی میدن. یعنی فیزیکالش کریه، ماجیکالش ساپورت بیشتر اغلب. حالا من ماجیکالش رو خیلی سریع بهتون میگم چون خودم ماجیکالش حال نمی کنم. بعدش میریم سراغ فیزیکال که بیلد اصیل و قدیمی هیروی کونکاه. همونطور که دیدید بچه تو تلنتاش، کلان تلنت چپیاش اکثرا به لول 1 و لول 6 و اینا ربط داشت، تلنت راستیاش همه به لول 2ش ربط داشت. یعنی تلنت راستیا رو بگیری معمولا فیزیکال میشه ایرود، چپیا رو بگیر معمولا ماجیکال میشه ایرود. یعنی بیشتر چپیاش ماجیکه، بیشتر راستیاش به فیزیک ربط داره. حالا بچه ماجیکالش چیه؟ ماجیکالش واسه این هیرو بچه یه دونه آرکین بوت میرن، یه دونه باتل میرن، باتله رو رفتن، یه دونه واسه این هیرو بچه اترلنز میرن، اترلنز رو رفتن، یه دونه کایا میرن، بعدش اوکتارین میرن، بعدش رفرشر میرن، بعدش آغانین میرن، بعدش هم آخر بازی یه دونه واسهش ریدینس چیزی میرن، پوریدینس یا آرکین بلینک چیزی میرن. این بچه بیلد ماجیکال کونکا که خوبم دمیج میده، خداییش 4-5000 تا دمیج میده اگه باش خوب بازی بکنید، بیشتر نزدیک 7-8000 تا دمیج میده اگه خوب باش بازی بکنید. ماجیکالشو پلی میدن، من خودم ماجیکالش اصلا دوست ندارم ولی ماجیکالش خیلی قویه داخل این پچ. حالا اگه دوست داشتید خودتون میتونید ماجیک پلی بدید. بیلد اصلی و قدیمی هیرو کونکا بچه آیتم یکش فیز بوته و فیزیکاله. فیز بوتو میرن چون هیرو کونکا بچه اصلا آرمور نداره اول بازی، فیز بوتر میرن که هم بهش دمیج بده لول 2شو قوی کنه، هم بهش آرمور بده که دیرتر بمیره. آیتم بعدی بچه واسهش باتل رو میرن. آیتم 3 معمولا واسهش یه دونه بریسر میرن، حالا اول بازی با بریسرش کاری نداریم. آیتم 3 بچه واسهش شادو بلید میرن که شادو بلید رو تو این پچ آپگریدش میکنن، سری میکنن سیلورج. سیلورج رو میرن با سیلورج یه دونه لول 2 میزنن، پاق همه به فاک میرن. اینا بچه از آیتم 3ش. آیتم 4ش واسهش دیدلس میرن. آیتم 5ش واسهش بچه دیدلس میرن. آیتم آخرش هم واسهش دیدلس میرن. جای باتل هم بچه واسهش یه دونه هارت میرن که جونش رو تامین بکنه. حالا اگه خیلی تو بازی به بی کی بی احتیاج داشت، به جای دیدلس آخر یه دونه بی کی بی میرن. دیدلس رو میرن که شانسشون خوب باشه، یه لول 2 میزنن کریتیکال هم بخوره، راحت رمپیج بشه. این یکی از بیلدهای هیروی کونکاه که خیلی چیز گادیه و جدیدن پرو پلیرها واسه کسی که تازه داره هیروی کونکا رو یاد میگیره پیشنهاد نمیشه. جدیدن پرو پلیرها این سبکی واسهش آیتم نمیارن. اینی که الان میخوام بهتون میگم واسه کسی که دیگه کونکا رو قورت داده و بازیش خیلی باهاش خوبه. آیتم 1 فیزبوتو میرن، آیتم 2 آرملت میرن، آرملت رو روشن میکنن لول 2 میزنن، تقریبا 100 خورده دمیج بیشتر میدن، خیلی گاد میشه، آرمورش هم تعمیم میشه. بعد آیتم های دیگر میرن، یعنی آرملت رو جای یکی از اون 3 تا دیدلس میرن، آخر بازی هم یه دونه هارت میارن. میگم واسه کسی که بازیش کم بهتره، من خودم مثلا آرملت رو 100% واسش میرم، اما کسی که تازه بازی رو شروع کرده جای آرملت یه دونه باتل میره. بعد اون داستانایی که بهتون گفتم. با هم دیگه بچه بهترین ترتیب آیتم مندیش رو ببینیم، بعد بریم سراغ کانتراش. خب بچه امیدوارم ویدیو حال کرده باشید. اگه اول ویدیوتون رفت لایک بکنید بچه ها، حتما دکمه لایک رو الان بزنید، عشق منید. قبل اینکه برم سراغ کانتراش بچه ها، یه چیزی، هیروی کونکا یکی از پیچیده ترین هیروی بازیه، دوتا دوه، خیلی باهاش میشه مانور داد به هزار شکل مختلف که فقط اسکیلی و تجربه باید بلد باشید که این کارا رو بکنید. یعنی با پلی دادن یاد نمیگیرید، باید ببینید اه فلان این کارو کرد، مثلا این حرکتو بزنیم چقدر خفن میشه. خیلی بچه تیپ و تریک داره، خیلی نکته حرفه‌ای داره، خیلی نکته تاکتیکی داره و خیلی هیرو پیچیده‌ایه، برخلاف اینکه فکر بکنید خیلی هیرو راحتیه. تو رنگ‌های پایین باش راحتن پلی بدید اوکیه، ولی تو رنگ‌های بالا انقدر باش حرکت عجیب غریب میزنن بازی رو در میارن. پیشنهاد میکنم بچه اگه دوست دارید به هیروی کونکا رنکاپ بکنید و خدای هیروی کونکا بشید و تمام نکات حرفه‌ای هیروی کونکا رو یاد بگیرید و خیلی راحت تو رنکای بالا باهاش پاره بکنید، پیشنهاد میکنم بچه حتما یه سری به سایتم بزنید. سایتم بچه هم stress27.com. داخل سایتم بچه پکیج آموزشی حرفه‌ای تمام هیروهای دوتا دو رو گذاشتم و میذارم و هیروی کونکارم داخل پکیجا گذاشتم. داخل پکیجا بچه‌ها ثمره 25-6000 ساعت دوتا بازی کردن خودمو توی 2 ساعت ویدیو واسهتون گذاشتم که برید ببینید حالشو ببرید.
تمام نکات حرفه‌ای هیرو کونکا و تمام نکات تاکتیکی هیرو کونکا که باهاش میتونید خیلی راحت رنک اپ بکنید و خیلی راحت میتونید کار بکنید که حریفتون هیرون ویرون بمونه که وات دی فاک این الان چیکار کرد. خیلی بچه‌ها نکته پکت داخل پکیجا بهتون گفتم، اینم بهتون بچه‌ها بگم چون توی یک کامنتاری داده بودم. ببین پکیجا اینطوری نیستش که من تمام نکات حرفه‌ای که بلدمو بهتون بگم بعد برید یکی دیگه چهار تا چیز دیگه یاد بگیرید، نه، هر چی نکته حرفه‌ای و تاکتیکی این هیرو داره داخل پکیجا بهتون گفتم. این پکیجا رو بگیرید وقتی استفادهش بکنید دیگه لازم نیست یکی دیگه برید یه چیز جدید یاد بگیرید. تمام نکات حرفه‌ای رو گفتم و باهاش میتونید خیلی راحت جر بدید با هیرو کونکا. میشد میکنم بچه واسه هیرو کونکا حتما یه سری به سایتم بزنید. قبل اینکه کانتراش رو بهتون بگم بچه ها، اگه با ویدیو حال که ببین کسی که تا اینجا ویدیو رو داره میبینه، چند دقیقه ویدیو شد؟ تقریبا 40 دقیقه ویدیو شد. کسی که تا اینجا ویدیو رو داره میبینه حتما با ویدیو حال کرده. اگه با ویدیو حال کردی حتما سابسکرایب بکن. سابسکرایب بدون مستطیل قرمز زیر ویدیوه، یه کلیک چپ روش بزنی سابسکرایب کردی، همین کلا 2 ثانیه وقتو میگیره و کاملا رایگانه. سابسکرایب بکنی و مثلا اینکه ویدیو جدید بذارم مطلع میشی و اگه دوست داشتی میتونی به ویدیومو ببینی و دیگه کانالم رو گم نمیکنی. کلا محتوای کانالم درباره دوتا دو پیشنهاد میکنم حتما سابسکرایب بکن اگه دوتا پلیری عشق منی. حالا آقا کانتراش چیه این هیرو؟ کانترای بچه ها کونکا هیروهایی که دیسیبل میکنن بدجوری یا خیلی استون میکنن نمیذارن بهشون برسی، مثل وینتر، دترافت، مثل پوگنا، مثل هیروی بترایدر و مثل هیروی دیسرابتر که تو کیج نگه میداره دهن سرویس میکنه. این هیروهایی که کلا دیسیبل میکنن لولاتو همه رو یهو میبندن یا خیلی اسلود میکنن یا از دور میزنن نمیذارن بهشون برسی، کونکا رو خیلی اذیت میکنن. کونکا هم تمام هیروهایی که ایلوژن دارن و یا چند نفرن و یا سرباز دارن رو جر میده. میپو، ناگا سایرن، ترور بلید، فانتوم لنسر، ورود مادر، اینا رو پاره میکنه کونکا. یه لول 2 میزنه همشون میمیرن. خیلی باحاله. کونکا تو تیم فایت ها لول 2 دیدی شانست خوب بود. دیدلس خریدی، یه کریتیکال زدی، لول 2 زدی، همه مردن رمپیج شد با یک کلیک چپ تو. همین خیلی کلا هیرو جذابیه. بچه‌ها پیشنهاد می‌کنم یه سری حتما به سایتم بزنید اگرم با ویدیو یا با خودم حال کردیدم تو میگم اینستا فالو بکنید. اینستا همینه استرس 27. هر وقتم لایو یا استریم دو تا دو بذارم یه استوری می‌کشید بالا می‌ذارم میگم آقا مثلا دارین فلان جا توییچ یا یوتیوب استریم می‌کنیم، اگه دوست داشتید بیاید استریممون رو ببینید، اگه دوست دارید استریمم یا لایو گیمم رو ببینید پیشنهاد می‌کنم بچه‌ها حتما اینستا فالو بکنید. اگرم خواستید یه حالی بهم بدید اینستا فالو بکنید عشق منی. سوال مالی چیز داشته باشید دایرکت بدید در جواب میدم. آقا مخلصتونم هستم، پیشنهاد میکنم یه سری به سایتم بزنید ضرر نمی کنید و تا دور دیگر بدرود مخلصی. بارونا اونو قبلا شاقیدیم، شاخه رو شکوندیم، آجا رو سایدیم، عشق هست دادا استیلو که دیدی، پوستشو کندیم، هستشو جویدیم، تو نه شرقی نه شاگر اول، نه تنبل بودی و نه به دفتر، الان مبصر شدی گیر میدیم دن